سلام خدمت دوستان پیج زون بای تی. همونجور که می‌بینید اومدیم با یه آنباکسینگ دیگه. ما دوباره همون محصول تبدیل یک پیسا اکسپرس به 4 USB رو سفارش دادیم. ببینیم که چیکارا این بار درست برای ما ارسال کرده یا نه. البته همینجور که معلومه سنگین، احتمالاً این بار درست باشه. حالا بازش کنیم با هم چکش کنیم. بله، مثل این که همونجور که ببینید این بار درست ارسال کردن. بله، خود محصول رو ارسال کردن. خب همینم بازش کنیم. خب دوستان، همینجا که ببینید تبدیل یک دونه PCI Express به 4 تا USB 3 هست. همینجا که ببینید دوتا این قسمت کار شده، دوتا هم بالا. روی چیپستش هم یه خنک کننده کار شده همینجا که ببینید. خب این قسمتش هم که قسمت اسلاته که اتصال پیدا کنه به مادربورد. البته فکر کنم من بعد اینو بازش کنم. حالا ببرم رو مادربورد تستش کنم ببینم جواب میگیرم ازش یا نه. خب دوستان، الان این اسلات مادربورد منه. من مادربوردم 13 تا اسلات داره ولی 9 تاش بیشتر جواب نمیده. حالا تو سرچی هم که کردم اکثر مادربوردهای آزاراک این مدل همین مشکل رو داشتن. به خاطر همین من مجبور شدم این تبدیل رو بگیرم. حالا من تبدیل رو میخوام بذارم جای این اسلات آخریه. اینو بازش میکنم. اینو قرار میدیم اینجا دقیقا. خب دوستان، اینو قرار دادیم. من روی این USB الان یه دونه کانکت کردم. اینو روشن کنم سیستم ببینم با یه دونه جواب میده. بعد دوتا رو تست میکنیم. بعد 3 و 4 اگر جواب گرفتیم. بریم که اینو با هم ببینیم در ادامه. خب دوستان، الان سیستم رو روشن کنیم ببینیم گرافیک رو روشن میکنه یا نه. خب همینجا که ببینید گرافیک رو روشن کرد. بریم توی محیط iOS ببینیم جواب میگیریم. خب دوستان، همینجا که ببینید من همین اول کار اومدم 4 تا کارت گرافیک بهش وصل کردم و 4 تا کارت گرافیک هم روشن کرد و راحت داره کار میکنه. همینجا که ببینید 4 تا کارت گرافیک روی اینه و 6 تا هم اینجا داره. یعنی الان داریم 10 تا کارت گرافیک استفاده میکنیم روی مادربورد. من مادربوردم یه مشکل داشت که 9 تا کارت گرافیک رو بیشتر ساپورت نمیکرد. با این روش تونستم یه کارت گرافیک دیگه اضافه کنم. حالا شاید یه دونه دیگه از اینا باز بگیرم و مثلا بذارم جای یکی از اینا بتونم کارت گرافیکای بیشتری استفاده کنم. حالا من دقیقا نمیدونم مشکل مادربورد من چیه. بعضی از این اسلات ها کار نمیکنن. یعنی من تا 9 تا مشکل ندارم، 10امی رو که میذارم دیگه کار نمیکنه. البته با این روش تونستیم 10امی رو هم راه بندازیم. خب دوستان، این تا اینجا. حالا من با همین روش تست بگیرم چند روز ببینم 100% اوکی هست یا نه. نتیجه رو در ادامه با هم میبینیم. خب دوستان، وارد محیط ویندوز شدیم. قبل از ورود به هایوس من اینجا یه نکته بهتون بگم. خب دوستان، همونجور که من گفتم این قطعه رو از دیجیکالا خریدم و دقیقا همین قطعه است. حالا اینجا پایین نگاه کنید توی دیدگاه کاربران. اکثرا نوشتن که برای من 2 تاش بیشتر کار نکرد، مثلا برای من 3 تا کار کرد، یه دونه بیشتر کار نکرد. توی سرچی که من انجام دادم این دقیقا بستگی به مدل مادربورد شما داره. باید مادربورد شما 4 تا اسلات رو ساپورت کنه. یعنی برای اضافه کردن 4 تا گرافیک مادربورد شما مشکلی نداشته باشه که این قطعه کامل برای شما جواب بده. مثلا کسایی که یه دونه یا 2 تا یا 3 تا داره بهشون جواب میده احتمالا مادربوردشون ساپورت نمیکنه و این قطعه مشکل نداره. خب این نکته بود که دوست داشتم بهتون بگم. حالا بریم توی محیط هایوس. خب دوستان، تا اینجا هستیم حتما ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و برای حمایت از من حتما یک کامنت برام بذارید. خب وارد محیط هایوس میشیم. همینجا که ببینید من برم توی محیط ورکرم. همینجا که ببینید من این قطعه رو خیلی خوب بررسیش کردم. همینجا که ببینید نزدیک 5 روز من با این قطعه دارم کار میکنم. بر ریگم نزدیک 4 روز و 15 ساعت کاملا پایدار و روشنه. همینجا که ببینید هیچ اروری نخورده. من تنظیمات اورکلاکمو یه خورده بالا پایین کردم. همینجوری که ببینید نه ریگم ارور خورده، نه کارت گرافیکا این ولید شیر خورده. این حالا من دقیقاً بهتون نشون بدم این اورکلاکیه که البته من اورکلاکی یه مقدار آوردم پایین. این اورکلاکیه که من توی سفرم استفاده میکنم. الان من 3-4 روز سفر بودم. این ریگم 4 روز کامل روشن بوده. همینجوری که ببینید به هیچ مشکلی بر نخورده. البته برای زمستون احتمالاً یه مقدار این اورکلاک ها رو باز بیارم بالاتر. حالا یه خورده هوا بهتر بشه این اورکلاک ها رو یه مقدار دستکاری میکنیم. حالا موضوع اصلی همین قطعه بود که این قطعه برای من خیلی خوب جواب داد. همینجور که ببینید 4 روز و 15 ساعت
داره ماین میکنه بدون هیچ اروری و کاملا از این قطعه تا اینجا راضی هستم. خب دوستان، امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. خدا نگهدار. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper.